بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر حضرت ابا عبدالله حسین و درود بر شما بینندگان عزیز. به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد محمدی با برنامه اخبار شبانگاهی از استدیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در خدمت شما بینندگان گرامی هستم. سرخط خبرها. مرکز خبرنگاران افغانستان: فشار طالبان بر رسانه‌ها و خبرنگاران افزایش یافته است. سودان کشور فراموش شده ای که درگیر بزرگترین بحران انسانی در جهان است. شهادت دو جوان کشمیری در تازه ترین یورش نظامیان هندی. و بحران کمبود شیر خشک در ایران. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی حدود 90 مورد نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها ثبت کرده است که شامل تهدید و بازداشت میشوند. این مرکز روز پنجشنبه 28 تیر نتیجه یافته‌های خود را از اول ماه ژانویه 2024 تا ماه ژوئن همین سال منتشر کرده است. این مرکز افزوده است که از میان 90 مورد ثبت شده 60 مورد آن شامل تهدید رسانه‌ها و خبرنگاران می‌شود و 29 مورد دیگر صرفاً بازداشت خبرنگاران را در این مدت نشان می‌دهد. این مرکز تصریح کرده است که در 6 ماه نخست سال جاری طالبان 7 رسانه از جمله 2 تلویزیون در کابل، 2 رادیو در غزنی، 1 رادیو در لغمان و 2 رادیوی دیگر در استانهای خوست و پرمان را مسدود کردند. به گفته مرکز خبرنگاران، از میان خبرنگاران بازداشت شده 1 خبرنگار در استان غزنی هنوز در زندان طالبان به سر می‌برد. یافته های این مرکز نشان می‌دهد که فشار طالبان بر رسانه‌های آزاد افزایش یافته است. این مرکز خاطر نشان کرده است که در برخی اداره‌های طالبان از جمله استخبارات و وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه در امور رسانه‌ها دخالت می‌کنند. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان همواره خبرنگاران را بازداشت کرده و محدودیت‌های سختگیرانه‌ای برای رسانه‌های داخلی وضع کردند. همراه هستیم با آقای مظاهر رئیس‌زاده، پژوهشگر مطالعات منطقه‌ای جنوب آسیا از آنکارا. سلام، خوش آمدید. آقای رئیس‌زاده، چرا طالبان فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران را روز به روز بیشتر می‌کند؟ با سلام و وقت بخیر خدمت شما جناب آقای محمدی. در ابتدا باید بگویم که طالبان به دنبال کنترل اطلاعات و روایت‌های منتشر شده است که نه تنها اخباری که مطابق با منافع و ایدئولوژی آنهاست به دست مردم برسه، حتی این را کنترل میکنند که تا تصویر مثبتی را از خود در جامعه افغانستان و جامعه جهانی ارائه بده و از انتشار اخبار منفی یا انتشار اخباری که مخالف ایدئولوژی طالبان باشه جلوگیری میکنند. از جانب دیگر رسانه ها میتونند که مردم را آگاه کنند و به بسیج اجتماعی و اعتراضات منجر شوند. طالبان با سرکوب رسانه ها از یعنی اطلاعات که میتونه باعث افزایش نارضایتی و مخالفت عمومی شود، طالبان جلوگیری میکنند. و همچنین باید بگویم که رسانه ها ممکن است که اطلاعات را منتشر کنند که به ضرر عملیات نظامی و استراتژیک طالبان باشد. با کنترل و سرکوب رسانه ها توسط طالبان تلاش میکنه که این خطرات را به حد اقل برسونه. بله، شما چه اقداماتی را برای حذف یا کاهش فشارهای طالبان به رسانه ها پیشنهاد می کنید؟ در قدم اول سازمان های بین المللی و کشورهای حامی حقوق بشر باید فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی را بیشتر بکنند به طالبان
تا حقوق خبرنگارا و رسانه ها رعایت شود. قدم بعدی هم به نظر من این است که ارائه آموزش های لازم به خبرنگارها برای کار در شرایط خطرناک و استفاده از فراوری های امن برای ارتباطات میتونه که کاهش خطرات کمک کنه. و همچنین تامین تجهیزات حفاظتی هم برای خبرنگارا در طول جذب خبرشان یا نوشتن خبرشان یا محل آگاهیشان یا محلی که اینا میرن خبر تهیه میکنن باید این تجهیزات برای اینا داده شود. در ادامه باید بگویم که توصیه و حمایت از پلتفرم های دیجیتال و آنلاین که تحت کنترل مستقیم طالبان نیست میتونه که به ادامه جریان اطلاعات خبرنگارا کمک کنه. این پلتفرم ها میتونه که شامل رسانه های اجتماعی باشه، شامل وبسایت ها باشه و شامل اپلیکیشن های خبری باشه. البته که مستندسازی دقیق و انتشار گزارش های نقض حقوق بشر توسط طالبان هم میتونه به جلب توجه جهانی و افزایش فشار بر طالبان کمک کنه. این گزارش ها باید به سازمان های حقوق بشر و رسانه های بین المللی فرستاده شود تا فشار بیشتر علیه طالبان صورت. ممنونم از شما آقای مظاهر رئیس‌زاده، پژوهشگر مطالعات منطقه جنوب آسیا. برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. این روزها که دمای هوا در نقاط مختلف جهان به بالای بیش از 40 درجه می‌رسد، لزوم توجه به نکات پیشگیری از گرمازدگی ضروری است. در همین راستا سازمان بهداشت جهانی با رعایت نکاتی از جمله دوش با حمام آب سرد، خودداری از رفتن با محیط بیرون در طول گرمترین ساعات روز، پرهیز از انجام فعالیت بدنی سنگین، نوشیدن مایعات به طور منظم و پرهیز از نگهداری کودکان یا سالمندان در وسیله نقلیه پاک شده خاموش اشاره کرد. با توجه به عواملی مانند سن و مشکلات سلامت زمینه‌ای، رفت آمد با دوچرخه در کاهش 51 درصدی خطر مرگ در اثر سرطان، کاهش 24 درصدی بستری در اثر بیماری قلبی و کاهش 20 درصدی تجویز دارو برای مشکلات سلامت روان نقش دارد. به گزارش نیویورک پست، نتیجه پژوهش محققان بریتانیایی که در مجله بهداشت عمومی BMG منتشر شده است نشان می‌دهد که خطر مرگ زود هنگام دوچرخه سواران 47 درصد کمتر است و نسبت به کسانی که رانندگی می‌کنند یا با قطار رفت و آمد می‌کنند 10 درصد کمتر احتمال دارد در بیمارستان بستری شوند. همچنین افرادی که پیاده رفت آمد می کردن 11 درصد کمتر احتمال داشت به هر دلیلی در بیمارستان بستری شوند و 7 درصد کمتر داروهای سلامت روان برایشان تجویز می شد. زلزله‌ای به قدرت 4.9 ریشتر روز گذشته کابل و برخی دیگر از مناطق افغانستان را تکان داد. مرکز زلزله شناسی آمریکا گفته است که مرکز این زلزله فرخار تخار بوده که در بخش‌های از چین، تاجیکستان و پاکستان نیز حس شده است. این نهاد عمق زلزله را حدود 222 کیلومتری خوانده و گفته که در بدخشان با شدت بیشتری حس شده است. برخی از مردم کابل میگویند که این زلزله در مقایسه با برخی از زلزله‌های دیگر اندکی بیشتر طول کشیده است. تاکنون مواردی از تلفات ناشی از این زلزله گزارش نشده است. برخی از جوانان فعال در استان ننگرهار در شرق افغانستان که خواستار جمع‌آوری کمک به آسیب دیدگان طوفان اخیر در این استان بودند با ممانعت طالبان مواجه شدند. شهروندان ننگرهار گفتند که طالبان در شهر جلال آباد چادرهای جمع‌آوری کمک به آسیب دیدگان اخیر این استان را برچیدند. این گروه در حالی مانع جمع‌آوری کمک‌ها شدند که روز دوشنبه 25 تیر شهروندان برخی نقاط ننگرهار شاهد باران شدید و طوفان بودند.
در پی این رویداد طبیعی دست کم 52 تن جان باختند و 350 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد همچنان زیانهای هنگفت مالی برای ساکنان محلی در پی داشته است. مدیر حفظ میراث تاریخی هرات از کشف یک درب تاریخی با قدمت 250 سال در مسجد جامع بزرگ هرات خبر داد. محمد صدیق میر، مدیر حفظ میراث تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات گفت این درب روز گذشته از انبار این مسجد کشف شده است. وی با اشاره به اینکه درب در سمت غربی مسجد جامع بزرگ هرات نصب بوده است گفت این درب در نگارستان مسجد جامع این استان ثبت شده و با همین حالت قدیمی حفظ خواهد شد. همچنین رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات نگهداری آثار تاریخی و فرهنگ این استان را یکی از اولویت‌های اصلی این اداره عنوان کرد. به گفته او هرات از استان‌های باستانی کشور افغانستان است که با داشتن بیش از 800 اثر تاریخی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. یک نماینده تندروی سوئد به پروژه ساخت یک مسجد در شمال این کشور واکنش نشان داد و برای متوقف کردن این پروژه تلاش می‌کند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از مرکز اطلاعات سوئد پس از پخش گزارش تلویزیون سوئد SWT از پروژه ساخت یک مسجد در شمال سوئد، رشید فریور نماینده حزب دموکرات سوئد SD با انتشار پستی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد به شهر لولو در شمال سوئد برای حمله و متوقف کردن ساخت این مسجد سفر کرده است. رشید فریور، مهاجر ایرانی تبار، تصویری از خود در حالی که در منطقه هرستون در استان نوربادن در شمال سوئد ایستاده بود منتشر کرد و گفت که اینجا هستم تا جلوی ساخت این مسجد را بگیرم. وی از شهروندان لوئلو خواست تا تصمیم خود مبنی بر اجازه ساخت مسجد را لغو کنند. منابع محلی از تیراندازی نیروهای حزب الله به سمت دسته عزاداری قم زنان در حرم عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها در منطقه سید زینب در دمشق پایتخت سوریه خبر دادند. به گفته این منابع خبری این تیراندازی به هیچ وجه موجب عقب نشینی عزاداران و عاشقان اهل بیت لحم و سلام و تعطیلی عزاداری ایشان نگردید. گفتنی است بر اثر این تیراندازی که در حضور نیروهای حراست و امنیت حرم مطهر زینبی رخ داد تعدادی از عزاداران زخمی شدند. طرف‌های مختلف ضمن انتقاد از اقدام صورت گرفته علیه عزاداران حسینی و قم زنان عاشورایی خواستار انجام تحقیقات فوری و گسترده در مورد علت و جزئیات اتفاق رخ داده شدند. شایان ذکر است هر ساله همزمان با ایام عاشورای حسینی دسته عزاداری قم زنان در حرم مطهر حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و اطراف آن حضور می‌یابند و این شعیره دینی را به جا می‌آورند. سودان به دلیل درگیری ارتش این کشور با نیروهای پشتیبانی سری که 15 ماه است ادامه دارد، بزرگترین بحران آوارگی و گرسنگی جهان را پشت سر می‌گذارد. به گزارش همکارم از آخرین وضعیت غیر قابل توصیف سودان توجه فرمایید. این روزها در شرایطی که جهان توجه خود را به مناطقی مانند غزه و اوکراین معطوف کرده، سودان به دور از توجه جهان در حال گرسنگی است و برای نجات مردم این کشور که در آستانه تحمل بزرگترین بحران گرسنگی روزگار قرار گرفتند، نیاز به یک سری اقدامات عاجل و فوری احساس می شود. در ماه‌های اخیر خطر بروز یک قحطی ویرانگر در سراسر سودان به طور تصاعدی در حال افزایش بوده است.
طبق گزارش سازمان ملل، وخامت شدید وضعیت امنیت غذایی در 6 ماه گذشته باعث شده سودان که در چند وقت اخیر به دلیل جنگ ویرانی‌های عظیمی را تجربه کرده، در آستانه سقوط به پرتگاه یک فاجعه غیر قابل تصور قرار گرفته باشد. در حال حاضر بیش از 8 میلیون نفر در 14 ایالت از 18 ایالت سودان با چنان کمبودی در زمینه مواد غذایی مواجه هستند که می تواند به سوء تغذیه حاد و مرگ منجر شود. حدود 750 هزار نفر از این افراد در آستانه خطر گرسنگی کامل قرار دارند. طبق تحلیل مؤسسه کودکان را نجات دهید، بیش از 16 میلیون و 400 هزار کودک که شامل 3 کودک از هر 4 کودک این کشور می شود، در حال حاضر با سطوح بحرانی، اضطراری یا فاجعه بار گرسنگی مواجهند. نکته جالب توجه در این میان این است که این رقم در دسامبر گذشته 18 میلیون و 300 هزار نفر بوده است. با این حال و به رغم تهدید فرارسیدن قریب الوقوع یک فاجعه انسانی بی سابقه، جامعه بین المللی و به ویژه جهان غرب علاقه چندانی نسبت به سودان و درگیری های دیرینه و طولانی مدت آن نشان نمی دهد و نه در تیتر و سرتیترهای رسانه ها، نه در اعتراضات دانشجویی و خیابانی و نه در کمپین ها و کارزارها و مداخلات و مطالبات مردمی برای پاسخگویی دولت ها و اشخاص دیگر نشانی از این بحران را نمی بینیم. این در حالی است که درگیری های چند سال اخیر سودان نزدیک به 10 میلیون نفر را آواره کرده، باعث کشته شدن 10 ها هزار نفر شده و میلیون ها نفر را نیز گرسنه و آسیب دیده به حال خود رها کرده که امید چندانی به آینده ندارند. در سودان هر روز یک تراژدی است، اما به نظر می رسد که جهان هیچ توجهی به این تراژدی ندارد. با این حال بی‌علاقگی آشکار جامعه بین المللی در قبال بحران سودان اگرچه بیشک ناامید کننده جلوه می کند، ولی به هیچ وجه تعجب آور نیست. بارها و بارها در زمانهای مختلف دیده ایم که در فضای سیاسی بین المللی برخی از کشورها تا زمانی به یک بحران در آفریقا یا خاورمیانه اهمیت می دهند که بحران یا تحول دیگری که تبعات بیشتر یا پیامدهای مرتبط با منافع ملی بیشتری دارد یا حتی صرفاً جالبتر است، آن را کاملاً به وادی فراموشی بسپارند و در ادامه برای این بحران جدید هم همان اتفاق روی می‌دهد و اتفاق دیگری آن را تحت شعاع قرار داده و توجه رسانه‌ها، سیاستمداران و توده‌ها را به خود جلب می‌کند. نظامیان هندی در ادامه عملیات‌های سرکوبگرانه خود با حمله به مردم مظلوم کشمیر، 2 جوان دیگر را نیز به شهادت رساندند. این 2 جوان کشمیری در منطقه کوپاوارات واقع در جامو و کشمیر به شهادت رسیدند. بر اساس جزئیات منتشر شده از سوی رسانه‌های محلی کشمیر، نیروهای ارتش هند به بهانه‌های عملیات جستجوی خانه به خانه در این مناطق، این 2 جوان را در درگیری ساختگی به شهادت رساندند. گفتنی است چندی پیش نیز ارتش هند در عملیات پاکسازی در منطقه بار مولا این منطقه را محاصره کرد و بعد از محاصره به سمت افراد شلیک کرد. در اثر این شلیک 2 جوان کشمیری به شهادت رسیدند. لازم به ذکر است جوانان این منطقه برای محکومیت به شهادت رساندن جوانان کشمیری به خیابان‌ها آمدند و علیه ارتش هند اعتراض خود را نشان داده و اجتماعاتی را برگزار کردند. انجمن داروسازان تهران گفت با بحران کمبود شیر خشک در کشور مواجه شده ایم. بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران از بحران کمبود شیر خشک در داروخانه ها خبر داد و گفت نبود شفافیت در پرداخت ارزهای مربوط به شیر خشک این وضعیت را به وجود آورده است.
نایب رئیس انجمن داروسازان تهران با انتقاد از اینکه هیچ یک از مسئولان درباره بحران کمبود شیر خشک پاسخگو نیستند تأکید کرد، چنان که مشکل نقدینگی در بازار دارو حل شود، شیر خشک هم به اندازه کافی تأمین خواهد شد. او پیشنهاد کرد که در شرایط کنونی یارانه شیر خشک را به مادرانی بدهند که کودکان شیرخوار دارند و به این ترتیب قیمت را برای مصرف کنندگان آزاد کنند تا تفاوت قیمت آن به مادران دارای فرزند شیرخوار تعلق بگیرد. بهمن صبور در ادامه افزود، شیوه فعلی که شیر خشک با یارانه ارائه می شود روش خوبی نیست و بازار را با کمبود مواجه کرده است. در پایان گفتنی است، چالش کمبود شیر خشک تنها به امسال محدود نیست و پیش از این نیز سابقه داشته است، به طوری که سال گذشته فروش شیر خشک در داروخانه ها تنها به شرط ارائه کد ملی نوزادان امکان پذیر بود. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که از ماه آوریل تا ژوئن سال جاری میلادی 858,170 تن از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته و 532,854 نفر نیز به این کشورها مهاجرت کردند. این سازمان با نشر گزارش سه ماهش آمار داده که 54% از این افغانستانی ها به شکل اجباری، 46% به طور داوطلبانه و 39% نیز به دلیل مشکلات اقتصادی از ایران بازگشتند. سازمان جهانی مهاجرت همچنین گفته است که در این مدت با 81,299 نفر مصاحبه کرده و دلایل آنان را از ورود به افغانستان و یا خروج از این کشور پرسیده است. سازمان مهاجرت در ادامه می‌گوید که از اول سال جاری میلادی نظارت و ارزیابی رفت آمد در مرزهای افغانستان را دوباره آغاز کرده است. بر اساس این گزارش، سیاست‌های کشورهای ایران و پاکستان مبنی بر اخراج مهاجران بدون مدرک باعث افزایش بازگشت کنندگان به افغانستان شده است. گفتنی است با وجود تلاش نهادهای حقوق بشری برای حمایت از مهاجران و پناهجویان، روند اخراج مهاجران افغانستانی از پاکستان و ایران ادامه دارد. روز یک شنبه هفته جاری نیز وزارت مهاجرت و عودت کنندگان طالبان گفته بود که نزدیک به 2000 مهاجر از ایران و پاکستان مجبور شدند که به کشورشان بازگردند. مروری دوباره به سرخط خبرها. مرکز خبرنگاران افغانستان: فشار طالبان بر رسانه‌ها و خبرنگاران افزایش یافته است. سودان، کشور فراموش شده ای که درگیر بزرگترین بحران انسانی در جهان است. شهادت دو جوان کشمیری در تازه ترین یورش نظامیان هندی. بحران کمبود شیر خشک در ایران. و سازمان بین المللی مهاجرت: طی سه ماه گذشته بیش از 850,000 تن از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته و 500,000 نفر دیگر مهاجرت کردند. بینندگان گرامی، به پایان بولتن خبری امشب رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم. شب همگی شما عزیزان بخیر. خدای دو جهان نگهدارتان باد.